هادی چوپان در مسیر قهرمانی در مستر اولمپیای 2024 چند رقیب سرسخت پیش رو داره. سلام خدمت همراهان. چیزی تا مستر اولمپیای 2024 باقی نمونده و بدنسازا دارن برای رقابت در بزرگترین مسابقه بدنسازی سال آماده میشن. امسال مستر اولمپیا در لاس وگاس برگزار میشه و مطابق سالهای اخیر هادی چوپان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این مسابقاته. هادی قهرمان مستر اولمپیای 2022 بوده و سال گذشته در رقابت با رقیب آمریکایی خودش درک لانسفورد به دومی رسیده. تو این ویدیو همراه من باشین تا بریم سراغ جدی‌ترین رقبای هادی چوپان تو این مسابقات. ملقب به جهش یافته، نیک واکر سال گذشته در آستانه مسابقات با پارگی همسترینگ مواجه شد و مستر اولمپیا رو از دست داد. نیک قهرمان و نایب قهرمان آرنولد کلاسیک بوده و در آخرین حضورش در مستر اولمپیا سوم شده. نیک امسال و بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به مسابقات برگشت و در رقابت نیویورک پرو به قهرمانی رسید. نیک یه زمانی جدیترین بدنساز آمریکایی در مسیر قهرمانی در مستر اولمپیا بود، ولی حالا برای شانس خیلی کمی قائل میشن. نیک واکر یکی از سرسخت ترین بدنسازان فعلیه و به خاطر تلاش و استمراری که برای مقابله با ژنتیک نه چندان خوبش داشته به جهش یافته ملقب شده. اگه علاقه من به اخبار و حواشی دنیای بدنسازی هستین، ویدیو رو لایک کنید. ملقب به مونالیزا، اندرو یکی از بدنسازان بلند قامتیه که امسال برای سومین سال متوالی قراره مستر اولمپیا رو تجربه کنه. اندرو سابقه 8 و 5 رو داشته و با وزن نزدیک به 140 کیلو قراره روی استیج مسابقات حاضر بشه. این بدنساز اصالتا نیجریه‌ای بعد از چند سال حضور پیوسته تو مسابقات امسال قید بیشتر مسابقات رو زد و فقط تو تگزاس رقابت کرد که اونجا هم به قهرمانی رسید. اندرو بدن بسیار زیبایی داره و به خاطر همین به مونالیزا معروف شده. ملقب به شیر نیجریه، سمسون بدنسازیه که تو نیجریه به دنیا اومده و از نوجوانی در انگلیس بوده. سمسون سالها یه بدنساز کاملا معمولی بود، ولی طی 3 سال گذشته به یکی از بدنسازان درجه 1 تبدیل شده و موفق شده به قهرمانی آرنولد کلاسیک برسه و سال گذشته هم سومی مستر اولمپیا رو تجربه کرده. سمسون بعد از مستر اولمپیای سال گذشته 2 شکست متوالی مقابل هادی چوپان داشت و حالا به دنبال جبران شکست‌های متوالیش مقابل گرگ ایرانیه. سمسون قد نسبتاً بلندی داره و با وزن بالای 130 کیلو روی استیج میره.
خیلی ها معتقدن اگه سمسون بتونه یه نسخه خشک از بدن خودش رو روی استیج بیاره، بی برو برگرد قهرمان این مسابقات میشه. سال گذشته و جدی ترین رقیب هادی چوپان در لاس وگاس کسی نیست جز دریک لانسفورد، بدنساز 31 ساله اهل آمریکا که از قضا دوست صمیمی و همتیمی هادی چوپان هم هست. دریک و هادی مربی مشترک دارن و اخیراً هم با هم تمرینات مشترکی داشتن. دو سال پیش درک دوم شد و هادی قهرمان و سال گذشته جای این دو بدنساز عوض شد. پارسال خیلی ها معتقد بودن که درک صرفاً به خاطر اینکه آمریکایی بوده به قهرمانی رسیده، چرا که هادی تو عضلات جلو خیلی بهتر از اون بوده و درک تو نمای پشت بدنساز بهتری بوده. امسال هر دو نفر به شدت در تلاش بودن تا به قهرمانی برسن و باید دید در نهایت کدومشون میتونه مجسمه ساندو که امسال قرار طلایی باشه رو به خودش اختصاص بده. نظر شما جدیترین رقیب هادی چوپان تو این مسابقات کدوم بدنسازه؟ هادی میتونه قهرمانی رو از درک بگیره یا اصلا یکی دیگه میاد و ساندو رو از آن خودش میکنه؟ حتما این پایین در قسمت کامنت ها برام بنویسین و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما هم میتونین کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین.